به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام وقت همه شما بخیر مخاطبین صدای جغری در منطقه قادی هستیم خداغل خوش قلعه دیگه به اصطلاح امروزی عامیانه بگیم خوش قلعه خوش قلعه در کنار انجینر صاحب شریف حسنی انجینر صاحب خوب هستی شکر شما جور هستین خیرتین صبح شما بخیر باشه سلامت باشین تشکر روز و شوی شما بخیر تشکر سلامت باش امروز در ارتباط قریه قادی مخصوصا آغیل خوش قلع دیگه امروز اینجنر صحبت منیم اینجنر اول در ارتباط قریه قادی میخوایم شما پرسان بکنم چطور وضعیت یعنی خود می آغیل قریه بسم الله الرحمن الرحیم و به این السعین. اولا سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان و یا شنوندگان عزیزی که از پشت صفحه تلویزیونی صدای جاغوری ما رو میبینن یا صدای ما رو احترامات فایقه تقدیم است و قریه قادی همانطوری که دوستا عزیزا سروران کرامی در جریان قرار دارد که یک قریه دورافتاده افتاده نسبتا کوهستانی و خشک است حدودا در سالهای قبل 195 خانه در همستگی ملی ما بودیم الی از همبستگی ملی که خلاص شدیم بعد دوباره که سر شد 120 خانه شدیم پس از 120 خانه در انکشاف دهات 130 خانه شدی حدودا بین 100 به بالا 100 تا 195 خانه را در قریه سکونت دارد اهم از صاحبان اصلی یا مسکونین اصلی قریه و همسایه ها که در این قریه زندگی دارن بین همین حدودان بعضی وقتها کم میشن و بعضی وقتها باز هم زیاد میشن ی نفوس قاضی. آله فعلا. در این خود قاضی؟ خود قاضی فعلا که مردم زندگی می‌کنند از قدیم هم می‌بوده و آله هم از پنج آقایی بزرگ. از پایین که شروع کنی قریه خوشقلا که در مرز آب برده قرار داره و طرف شمال قریه خوشقلا از خواجه یا و طرف جنوب هم که وصل است و قول آب رغنی میگه که آلی یک پولی کلان در اونجا زده شده سما آن را دیدین و بالاتر از قریه خوشقلا قریه گردن ها. گردن قادی مگه. و طرف شرقش شی قریه خوشقلا یا طرف جنوب شی قریه کوشه میگه که کوشه وصل است به تنگی روزی و از او بالاتر قریه میانه قادیه که اونو قادی وسط و از او بالاتر هم قریه بالا که زردلنه و روی گردن میشه که تمام از قریه ها یک مسجد عمومی دارن که همه زیر فرمان یک ملا و یک ملا وستی همه ما هم یک صد و صد به حالا بعض وقتا کم میشه هشتاد میشه بعض وقتا صد میشه بعض وقتا این تا صد و دو پنج هم چطور وضعیت زندگی مردم؟ وضعیت زندگی مردم همون که یک گزارش دیگه هم که یک دوست عزیز ما یک روز آمده بود مده و گفتم که امور رقمی که قریه قادی یک از قریجات کوهستانی و خوشکابه ولسوالی جاغوری هست وضعیت زندگی مردم یک عده از مردم خوبه یک نامه نامحدودی نامح از مردم خیلی خوبه اما عده کسیری از مردم در فقر و تنگ دستی و بشارگی بسر مورد جوانان ها کار کجا است؟ شغل و وضعیف از این مردم حد اکثر چی دهقان هست کاری کار یکی دو تا سه تا بیشتر نداریم گورم انگوش شماره یکی دو سه چارت هزو و جوانای امروزی اکثریت چی دمی از زمان دمی درگیری از فضای سیاسی فضای اقتصادی سر مردم فشار آوردن یک دی از ها رفتن و یک دی دیگری هم که در قریه ماندن و مشغول درس و تحصیل و درس و بحث م... کاری به خصوصی ندارن فقط وظیفه شون مو درس و مو بحث و عالی و امور الحمدلله خدا را شکرگزاریم که در جاغوری فضای درس فضای بحث هست و منکر از این است خب این است دمی می که ما و شما هستیم خوش قلا خوش قلا خوش خوش قلا دیگه امی قلارم هم که می تخریب شده تخریب شده در ارتباط می قلای تخریب شده کمی صحبت کنیم ما گفت در سال های سابق در دا اینجا تی دو تیزیات از خانواده در اینجا زندگی میکرد زیر گمی سقف زیر, سقف زیر سقفی که ما فیلن امجه هستیم که تخریبات چی منده صحبت کنی خوب خواهد بود تا اونجایی که من در جریان هستم عمر من و قسقت نمیده من 48 سال عمر من از بهار به اوس و بخیر 49 ساله همشم و کسایی در این زندگی کده که عمر و یا قدامت زمین قریا بالای 170 تا 175 میرس این می این قریایی که موشما میگردین در تصویر این این قریا از 170 تا 175 سال قدامت داره این و کسایی در این زندگی کردن که سرش به تنش میارزیده بوده واقعا نمیارزیده بوده سر در میتر این دمی قریه زندگی کرده اصلا تا تا معروف که با کل از خود من دمی قریه زندگی کرده حسین زوار پدری نادر کاکی پدر با کل آخون دمی قریه زندگی کرده ملا صالح پدر عبدالکریم قریه دار آجی عبدالکریم قریه دمی قریه زندگی کرده و اینمی دیوارای شما بینگرنین هر کدام از یک دهنش یک خانواده دا داخلی زمین خانه بوده و خود من باید دارم مونده می خانه که زندگی میکنی این که بورم شدی که صبح این از سو صبح نمی ساعت ها که حال ساعت حاله هایش نو نمده صبح هست بالای هفتاد هشتاد نفر مو این دمی آقیل کچیک، قریه یا این قلای کوچیک مو بودی این قلای کوچیک مو بودی و آلی همه پراغنده شدن از اینجا بر آمدن یکی به طرف شرق رفتن یکی شمال رفتن یکی جنوب رفتن یکی اندامی اطراف زمین قریه خانه های گیلی نو درست کردن چند خانواده در اینجا زندگی میکرد؟ دو زمان؟ دو زمانی که ما بودم و ما طلبه بودم شاگرد آخون بودم در اینجا دو دان دیگو مو داشتی دو خانه هم خودگون ما بودی اون دیوال حتی کریم از ما بود اونجا شش خانه تنا زوزدای قریداری کلو مشهور به قری کلوی عبدالحسن قریدار شش خانواده از بچه های از اونجا بود در این سمتش اولادای های نادر کاکای بود اولادای حسین زوار که دو خانه در اینجا بود خم زوار بود و همین نادر کاکای معروف که پدر آخون جاوید است جمعا میشود یک بیست و بیست پنج خانه این دمی قلای کوچیک مسکون بود و پنج فامیل در یک قلای بسیار کوچیک فضای سمیمیت سمیمیت در اون زمان مگفت هم پیدا نمیشه با او اخلاصی که در اینجا بود با او اخلاصی که در اینجا بود خداوند رحمت کنه عبدالله سم قریدار را شب های جمعه شب های پنجشنبه از کدام جای حمله خانه را دعوت میکرد و تمام اعضای قریه اعضای نظامی دی جمع شدند در خانه ایزو حمله خانی بود وحدت بود صمیمیت بود یگانگی بود غذا در کجا بود با یک شلغم را کدول بر میکرد آجوش میکرد گفته امروز مردم در بین تشت هایی که دو نفر سه از چهار گوش میگرفت نیور در وسط میشت نوشیجان جان میکردن زردک پخته میکرد نوشیجان جان میکرد کچالو را و جوشک میکرد پخته میکرد دال در دا مامی رو در رو تازه رو واچدا مو 100 چند سال پیش یا همی عمر از خودیم سی سال پیش مونده می خورده دیگه نان ده کجا بود نانا کلگیش جوی بود نان گنده اون مردم نمیشناخت ولی وحدت بود ولی کل از این چیزا یک سقف بسیار بزرگ زده شده بود که اون سقف بنام سقف وحدت بود سقف هم بستگی بود سقف برادری بود سقف از خودگذری بود خانه از ما و خانه دیگون و خانه اونا فهمم آجی قریدار عبدالکریم قریدار خانه قریدار کلو هیچ فرقی نداشت کل زینا با هم در یک خانه اگر یک مشتارت بود کل خانه ها داشت به اون اندازه سمیمیت اخلاص بود چطور شد که دهی سالا هر قدر از اینج مردم ها رفت خانه دیگه جور کرد تقیق قریه به نام خوش جور شد خانه فاصله زیادتر شد محبت و سمیمیت هم کمتر شد در عصر امروزی چی بگم؟ اما رقمی که تکنولوژی پیش رفت کرد مردم ها بال رفت دنیا در کجا رسید و یه افغانستان عزیزی ما در کجا قرار داره به اون رقم امون رقم سیستم نظام اجتماعی از هم پاشید این قریه هم از هم پاشید فضای جوی سیاسی اقتصادی جامعه اجاب میکرد که مردم از هم بگوست یعنی فرار کنه از یک دست یک دیگه خود خو رفتن در جاهای مختلف خانه بسیار لوکس مجلل را درست کردن ولی داخل از اون میمان خانه ها دارن اون زمانی که اینجا بود میمان خانه ای وجود نداشت کلگی زندگی زیاد همانند زندگی بود که بسته خانواده این بیست قریه در یک قلایی که مساحتش یک جریب زمین بسیار مشکل و رفتن در اونجا اونمو اندازه ای که مردم فرار کردن خوبی ها فرار کرد اقتصاد فرار کرد همبستگی فرار کرد وحدت فرار کرد اجتماع فرار کرد کلگی هر که به یک گوشه پناهنده شد و همه در بدر و آواره و بیچاره یک سرش قلیه خشک دیگه سرش استرالیا یک سرش قلیه خشک دیگه سرش لندن یک سرش همین چی دیگه سرش عین آمریکا و جای آمریکایی که عالی قسمش 20 درجه زیر صفر خب به نمزی قلا نمزی قلا یالی شما گفته میتنین که چقدر نسلای بعد از باکلو دیگه به کجا ها رفتن دنبال چی رفتن دنبال تحصیل یا دنبال کدام کارهای دیگه اصل منبع یا منشه همه چیز را اقتصاد تشکیل میده هر کسی درس میخونه به یک جای میرسه ماستر میشه لیسانس میشه دکترا میگیره رئیس جمهور میشه از اقتصاد خوب است و این ساکنین این قریه از به با فوقترین با مافوقترین های از زندگی رسیدن دکتر حبیب الله یک از نخبه های نظامی قرية است که سالها سال برای تبابت می مردم ما شاهد هستم خود دکتر خودم متخصص خودمون مو بود من مزار درس می خواندم. مالاریا شده بودم دکتر حبیب با من همه حقارتی که زندگی می‌کرد، با همون به همه بیچاره که زندگی می‌کرد، با همون ما وضع اقتصادی که داشت خیلی وضع اقتصادیش هم خوب نبود به خدمتی بنده بود مرتبه وقت کرد الحمدلله ال جور تیاریم که از اون روز تا دیگه ما سری هم نه اما گلی دکتر حبیب تا بالا ما جور نگرفت اگر صدا این مرا میشنوه بخشش سلام من. و همطور دوستای دیگه ما آج عبدالرووف محمد دوران و سایر دوستایی که دیگه قریه بودن محمد الله خان زبیه الله سفری نجیب الله سفری زفر الله سفری اون ما کلی که دمی قریه نمی قرد استاد شدی این نمی قسمت ها قدم زده و جای پایش هم شاید در بعضی از جاها باشه که او را وضعیت جوی زده خراب کرده بر باران هم در سرش پود کده و اگر دقیق دقیقی میاد ما دکتر داکتر عبیبولا دمی قریه این زمین جا تیر برمی فعالیم اونا رسیدن الحمدلله خدا رو شکر وضع اقتصادیش هم خوبن وضع تحصیلش هم خوبن سطح تحصیلش هم خیلی بالا رفته از جمله او دوستایی که من میشنم و واگاهی دارم اقبال حسین سفری یکی از حقوق دانای هست که امروز در کشوری مثل کشوری اسرالیا سرتکان میده این گپش پارلمان میشنه میشنوه گپش دولت اسرالیا میشنوه و همونطور طور کسای دیگه از جمهوری اسلامی ایران داریم تا پاکستان داریم در دا آمریکا داریم در دا ژاپن داریم در دا ترکیه هم داریم در دا جاهای دیگه کشورهای مختلف ما از این خاک این زمین نیم نیمجریب زمین ما اونجا انسان های بسیار لایق و شایسته داریم تشکر این از معلومات چیم در اخیر اگر کدام صحبت داشته باشیم گپ خاص و ویژه ای ندارم این زمین جا یک بار دیگر سلام خدمت تمامی بینیم نگانی عزیز مخصوصا کسایی که در این قریه زندگی کردند و تصویر هم شاید جداگانه از این تصویری که از ما میگیرن از کن کنج کونج اتاقای از این فضا تصویر داشته باشن و با باید یاد بیارن که یک روز شما هم بچه نظامی وطن بدین و این وطن را فراموش نکنید اگر دستتون به جیبتون میرسه به فقرای این وطن به وجب وجب خاگی وطن برای آبادی وطن برای کاریزی وطن برای کانالی وطن برای حوزی وطن همکاری کنین تا این کسایی که در اینجا هستن عالی مثل ما وری فقرا و مثل سفری و خدمتگارا به یک کشور هستن اینا هم بیتونه یک روز دیگه بخش نسل آینده ای که در این وطن هستن باقی حتما میماند. چی از ما میماند؟ چیزی یک کسی دیگر میمانه اینجا فرق نمیکنه ولی از ریشه و خاک این زمین قلعه خوش هست که صبح هم بازم هم صدایش را شما شنیده بیتونید و اگر کمک نکنین خونه هم یاز میمیره یاز فقر اقتصادی میگیره یا فقر سیاسی میگیره خود از اینا تحلیل شما دارین که دا کشور چه حکم السلام علیکم و رحمت الله و خوب به بیننده عزیز شما بیننده گزارش و یا برنامه ما از قری قادی و آغیل و خوش قلاکی فعلا تبدیل به خوش قلا شده عامیانش خوش قلا شده بودین تا گزارش های بعدی خدایا رو نگهدار همه شما